شاي باشا. چی بابا؟ بگو بابا، سر میکروفونت باز با بچم آرمان بگه کجای سر. سر کجای بابا؟ سر بابا میکروفونت باز. چی بابا؟ سر بابا میکروفونت بازه. استاد استاد سلام بابا. استاد میشه حالت الان استاد میشه حالت الان که میشه حالتی نیرو که محرکی کمتر از نیرو اختلاف محرکی پتانسیل کمتر دو از سر اختلاف پتانسیل دو سر مقابله چی 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 اختلاف پتانسیل دو سر اختلاف مولد پتانسیل دو سر بیشتر مولد از نیرو خب محرک است؟ بیشتر از نیرو محرک است. این تو یه باتری که ندارین دیگه، شما تو مدار تک حلقه نمیتونی هم چیزی داشته باشه، یعنی با یه مولد نمیتونی هم چیزی داشته. اون مال مدار چند حلقه است؟ تو کتاب اومده، تو کتاب شما نیست، تو با کتاب چی زده محرک؟ بچه با چی ریاضی زده هست. محرک؟ آره با چیزی مال شما نیست بابا، با بچه زده. میگم الان یه چیز ساده ای هست، اونم میگم واسه اون یه گوش بدی میرسم، اون آخر کار بهش میرسم چیز ساده ای مرسی. هستش. مرسی. باش آرمان بابا میکروفونت باز. آرمان بابا میکروفونت بازه. چی بابا؟ آرمان بابا میکروفونت بازه. چی بابا؟ سلام آقا. سلام بابا. بگو بابا. سلام آقا. سلام آقا. بگو آقا بابا. جزوه جاری برای ما که سال پیش بودیم یه چند تا سوال اضافه داره. آره طوره. جزوه جاری برای ما که سال پیش بودیم یه چند تا سوال اضافه داره. ما باید حل کنیم یا حذف شده؟ آره نه حلشون کنه. اونا دیگه بچه های پارسال بودن، ممکنه بعضی ها مثلا یه جداش مثلا یکم تغییرات داشته، اونا رو حتما حلش میکنه. قربانت خدافش. خب اوکی اوکی اوکی، حالا بیم سراغ ادامه داستان. دقت کنیم بچه ها، دقت کنیم. حالا گوش کن، اینجا چه بیان اگر ولسن چهار برسال نشان دهد. این مثال مهمه ها، یه لحظه اینو خوب گوش بدیم چون بعدا اینم به مشکل بر میخوریم. اینو فقط قشنگ دقت داشته. اول مولد رو جابجا کنیم، قطب باشه اینو قطب مثبتش کنیم، اینو مثبتش کنیم. درسته که مقاومت آر اوهمی چند است؟ ولسن چهار. نگاه کن اینجا یه مشکل پیش میاد. نگاه حواست پیش من، حواست پیش من ببین چه مشکلی پیش میاد. ببینیم بچه جریان تو این شاخه اسمشو من میذارم آی. میبینی؟ خب بیا یه معادل گیری اول بکنیم. این چهار و چهار معادلش میشه چقدر بچه؟ چهار و چهار معادلش چقدر؟ دو. خب حالا نگاه کن، یه مقاومت داریم دو، یه مقاومت داریم آر دو، یه مقاومت داریم دو، اینم جریان 6 آمپر. تا اینجا با منه. خب حالا جریان اینجا بچه ها هستش آی، ولی نکته مهم این ما آر دو رو نداریم که بیایم تقسیمش کنیم. الان فهمیدی مشکل چیه؟ اول باید بفهم مشکل چیه که نمیتونیم راحت اینجا تقسیم کنیم بگیم مثلا اون آی اون مثلا چه میدونم دو آی و فلان از این حرفاست. اول باید ببینید اینجا بچه مشکل چیه. مشکل اینه که ما چون آردو رو نداریم تقسیمش اینجوری. حالا خوب دقت کنیم، حالا خوب دقت کنیم. برای اینکه از این مشکل خلاص شم میام یک کاری میکنم، میگم قبول دارین این و این با هم چجوری هستن بچه ها؟ بگی سریه باریکل مجموع اینا با این دو با هم به صورت چی هن؟ موازی. پس مجموعه اینا و مجموعه اینا ولتاژشون با هم برابر. خب همین، یعنی اگر من اینا ولتاژشون رو یه عددی بذارم، یه لحظه کنیم بچه اینجا یه عددی بذارم، این ولتاژ دو سر این دوتا
با ولتاژ دو سر این با هم برابر. حالا بیا ببین من چی میگم، دقت کن. ولتاژ دو سر این چقدره بچه‌ها؟ خب دو آی، این دو آی برابره ولتاژ دو سر. ولتاژ دو سر میشه ولتاژ دو سر این آر دو علاوه ولتاژ دو سر. اینجا رو حالا خوب گوش کن من چیکار میکنم. گوش کن، گوش کن بچه. اگر آی بیاد اینجا، جریانی که تو این شاخه میره چقدره؟ میشه 6 منهای آی. آی اومده اینجا، 6 اومده، 6 اومده اینجا، میشه آی. این ور چی میشه؟ میشه 6 منهای آی. حالا ولتاژ دو سر، خود سوال بهتون گفته 4 ولت. جریانی که همین دوباره وارد این میشه، این میشه دوباره 6 منهای آی. همین جریان است که میوارد میشه. خب حالا بیا پس بگی من چی شد. ولتاژ دو سر این، ولتاژ دو سر این چند شد بچه ها؟ دو آی. با ولتاژ دو سر این که چنده؟ 4. به علاوه ولتاژ دو سر این، ولتاژ دو سر این هم چقدره؟ آی زر در آرش. آی چقدره؟ 6 منهای آی در دو. با اینا با هم برابره. پس دقت کنید، دو آی مقدارش میشه 4، به علاوه 6 دو تا 12 منهای چقدر؟ دو آی. این میرو باید 4 آی میشه چقدر؟ 16. آی میشه چقدر؟ 4 آمپر. آباری کلا بابا، آی میشه چقدر؟ 4 آمپر. یعنی این آی ما تونستیم الان به دست بیاریم، این آیه شد 4 آمپر. بابا اگه آی 4 آمپر باشه، 6 منهای 4 میشه چقدر؟ 2. پس 6 منهای 4 میشه قدو. پس از این داره 2 آمپر رد میشه. خب یعنی آی آرش 2، یعنی آی 2 ضرب در آر 2 شده 4 ولت. آر 2 میشه 2. پس آر 2 میشه 2. ببین همینا رو نوشتم، فقط ببین چی نوشتم. ببین نوشتم 2 آی میشه وی، وی این که چند ولته؟ 4 ولت. و علاوه دو در 6 منهای 2 در 6 منهای، ببین 4 ولت علاوه 2 در 6 منهای. خب بعد آی به دست آوردی، مقدارش 4 بر 6 منهای میشه 2 آمپر، وی مساوی آی آری که دارید و مقدارش به دست اومد. خب اینم که از این، هرچی میخواین الان سری کامل کنیم، هرچی میخواین الان سری کامل کنیم. امیر، امیر بپرس بابا. امیر بابا، امیر سلاجق، امیر بابا بپرس. سلام استاد، خوبی؟ سلام بابا. باشه باشه بیم بابا. این بهتون گفتم، این که حالا الان کامل کنه چه بود بنویسه مسئله بگمش. بیم بابا، اول تو مشکل رو باید بفهمی بابا. مشکل، مشکلت الان مشکلی سوال، مشکل، مشکلی که توی سوال بود بگو بابا. مشکلی سوال چیه؟ امیر بابا میکروفونت بازه. کو بگو بابا مشکل اول کجا بود؟ داشتم. بله امیر داشتم. اصلا تاثیر من اصلا نداشتم. بله. آره صداتون بابا. امیر مشکلی سوال به من بگو کجا بود؟ گفتم حواستون بو باشه. آه تصویر اصلا خیلی خوب باشه. بابا امیر مشکلی سوال به من بگو کجا بود؟ دوباره تکرار شده. اوکی خب بذار من الان دوباره توضیح. الو آره بیا بذار من دوباره توضیح. اوکی ببین بابا این تاثیر قد شد. ببین جریان اینجا بابا اسمش آیه، اینجا آیه، معادل اینا نگاه من دوباره میکشم اینا، خوب گوش بدید.
این دوه بابا، این آر دو، اینم که دو. ببین جریان 6 آمپر، جریانی که تو این شاخه میاد اسمش بابا آی، ولی این نمیتونیم نسبت بنویسیم. داستان همین بود بابا. چرا؟ چون اندازه مقاومتی نداری، به خاطر همین مقاومت جریانی که نمیر توی نمیدونیم چنده، اسمش میشه 6 منهای. همین بود داستان. پس فقط این تمام. پس ولتاژ دو سر این با ولتاژ دو سر اینا با هم برابر. رو همین فقط برو، برو یه دور آفلاینش هم نگاه کنی دقیقاً می‌بینی. دقیقاً همین داستان. فقط مشکلش همین، فقط مشکل باید بفهمیش. مثال بعدی، در مورد شکل روبرو آمپر سنج 1 و 2 به ترتیب 2.5 و 3 آمپر را نشون میده. مقال معادل چند است؟ اینو بگم دقت کنید. بچا آمپر سنج های 1 و 2 به ترتیب 2.5، پس کی بابا 2.5 این چقدر بچا؟ 3. پس بابا این 2.5 این 3. اینجا اوکیه. حالا اگه این 3 وارد اینجا بشه 2.5، پس قطعا نیم تا رفته اینجا. پس من یه شکل میام میکشم بچا. یه جریان 3 آمپری داریم، یه جریان 2.5 آمپری داریم. این 40 و 10 معادلشون، 40 و 10 معادلشون میشه چقدر بابا؟ 8. خب حالا این مقاومتمون این هست، این معادلشون کشم 40 و 10 معادلشون کشیدم. اینجا یه معادل چند داریم بابا؟ 8. خب این 8، اینم یه آر که مقاومت تو اینم جریان تو اینم گذاشته چنده بچا؟ نیم. هم حالا سوال، جریان این ضرب با جریان این ضرب در این با هم برابر، پس نیم ضرب در آر برابر میشه با 2.5 ضرب در 8. 2.5 ضرب در 8 که داریم بچه ها میشه چقدر؟ 20. آر میشه چقدر؟ 40 اوم. یا میتونین به طور کلی اینجوری بگیم بچه ها، یا میتونین به طور کلی اینجوری بگیم، بگیم بابا جریان این نیم مگه 1/5 8 نیست؟ 1/5، پس مقاومتش 5 برابرشه. جریان 5 برابر، پس مقاومت 5 برابر. خب دقت کنیم، این از خب خب از مثال 40 بچه دقت کنیم، از مثال 40 تا مثال 40 و تا مثال اینجا تا 47، از مثال 40 تا مثال 40 اینا مثال ها تو خونه حلشون کنین، که دفعه آینده که الان جلسه کلاستون رو میگم بیم رو اینا این هفته، ولی تو خونه حلشون که بشین سریع از روش رد بشن. از مثال 40 تا مثال 47، از مثال 40 تا مثال 47 که سریع از روش رد بشن. بیا مثال 47 دقت کنیم. مثال 40 در شکل زیر ولت سنج چه عددی را نشان میدن؟ ولت سنج اینجا رو نگاه کنیم، در شکل زیر ولت سنج چه عددی نشان میدن؟ اینو الان جواب من بدین. در شکل زیر مثال 47 رو بیاریم بچه سریع، مثال 47 رو سریع بیاریم. مثال 47 بیاریم بچه. حالا به من بگیم ولت سنج چه عددی نشون میده. خب بگین. ولتن چه عددی بابا نشون میده؟ بگین. صفر 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 8، صفر 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 8 12 زهرا. ای آباری کلا خوب به من جواب بده زهرا، چرا میگی 12؟ سهرا مرسی مرسی مرسی. خب استاد خب. بیان صفر برابر میشه با نیرو محرکه. میکروفونت بازه، میکروفونت بازه بابا.
جواب گفتی ای. جریانمون صفره، چی چی؟ بعد ای نیرو محرک رو نشون میده. چی بابا بگو؟ خب یه سوال، تو سوال پایینی بگو، تو سوال پایینی به نظرت چنده؟ خب آر دو جریانش صفر میشه. اینجا آر دو جریان تو هم دقت کن، دقت کن، فقط دقت کن، درست گفتی، بالایی رو درست گفتی. میخوام ببینم اینم هشت جریان دو. خب پس چندش بودی ولسنج؟ مرسی 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 عالی، مرسی مرسی عالی، مرسی باریکل. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. اینجا فقط من یه چی میگم بنویسیم بچه ها، اینجا اینجا یه چی بنویسیم، اینجا یه چی بنویسیم. اگر ولسنج اشتباه در مدار، این آره بنویسید، بنویسید اینو بابا. اگر ولت سنج گفتم قبلا دوباره بنویسید، اگر ولت سنج اشتباه در مدار به صورت سری وصل شود، جریان در شاخه مورد نظر قطع می شود و به جای و هر ببخشید به جای نه و هر مقاومتی که با آن به صورت سری است از مدار حذف می‌گردد همین. حالا شکل رو بیا نگاه کنیم. ببین من اینجا تا شکل میخوام از اول بکشم اینه. الان ولسنج اول باید تشخیص بدیم ولسنج درسته یا ولسنج خلاه. نخی بگو بابا، این نخی بابا دست بوری بالا. چی بابا؟ نخی بابا میکروفونت بازه بابا. نخی بابا میکروفونت بازه. چی بابا؟ او صدا نداریم. خب ببین بودش هم اینو میگفتم، مثلا ولسن اگه اشتباه وصل بشه هر مقاومتی که بتونه سری با ولسن وصل شده اصلا ندارش چی میشه؟ حذف میشه. نگاه کن چون میشه، یه لحظه اینجا نگاه کن، یه مقاومت دو داریم، یه ولسنج داریم، بعد معادل اینا 12 و 4 که داریم میشه چقدر؟ 3. حالا هر چه یه بالاخره یه عددی اصلا آر بذارمش اصلا مهم نیست، یه عددیه، یه آریه اینجا. بعد یه مولد داره. بعد من بهتون گفتم هر ولتن اشتباه بسشه مقاومت از مدار حذف میشه، یعنی مقاومت از مدار از جوش سیم بذار، اصلا سیم هیچ هیچ، یعنی اینجا نیست، اینم نیست. تمام شد. حالا ولتن به دو سر مولد وصل شده، بهتون ولتن به دو سر مولد وصل میشد وی میشد ای منهای آی آر، چون جریانم تو مدار نداشتیم وی میشد ای، همین وصلی که امروز به خاطر این میشه ای مقدارش 12. کاملا درست، چند تا تو اونجا درست گفتین، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، درست. ولی اینجا، اینجا نگاه کن، گفتم با هر چی که به صورت سری باشه هست، این سریه، ولی اینکه توی شاخه دیگه است، یعنی عملا شکل اینه ها. نگاه یه آر یک، یه دونه آرسه، یه دونم ولت سنج. بفرم ادامه مدارتونم که آلم شد. ببین اینجا ولت سنج اومده به دو سر آر سه وصل شده، به دو سر آر سه وصل شده، تمام شد. یعنی جریان تو مدار از اینجا میاد، آی مقدارش برابر استش با ای بخش بر آر به علاوه آر، این نیرو محرک چنده؟ 20 تقسیم بر مقاومت 54 9 1 10 جریان میشه 2 آمپر که کامل درست بود. بله حالا ولسن اختلاف توسعه دو سر اینو میده،
ولسنج میشه آی ضرب در آری که دارید. آیتون چنده بابا؟ آی چنده بابا؟ تمام این آی، همین دو آمپری که اومد رفته، میشه دو ضرب در چهار میشه 8 ولت. کاملا درست، 8 ولت کامل. خب و مثال بعدی، در شکل مقابل ولسنج و آمپرسنج چه عددی نشون میدن؟ بچه ها ببینیم تو شکل ولسنج نشون، ولی آمپرسنج فقط حواستون باشه اینجا آمپرسنج چیه؟ غلطه. اینم فقط بنویسین اینجا واسه خودتون، اینجا بنویسین تو همین سوال بنویسین. اگر آمپرسنج اشتباه با بسته شود، باید حواسمان به اتصال کوتاه باشد. اونجا گفت آمپرسند میسوزه، بله در واقعیت آمپرسند میسوزه، ولی تو کتاب شما هیچ وقت در اون سوختن آمپرسند نمیگه. شما آمپرسند چون مقاومتش بچه صفره میگه که اتصال کوتاه. یعنی وقتی من سیمو اینجا میذارم اینو این از مدار حذف میشن، تمام فرفم جریان تو مدار میشه ای تقسیم بر آر به علاوه نیرو محرکه ای که دارین مقدارش اینجا نیرو محرکه مقدارش برابر چنده؟ 21 24 ببخشید. اینجا نیرو محرک هستش بچه چقدر؟ 24 24 تقسیم بر R 2 و 5 7 و 1 8 7 بلا به 1 8 24 تقسیم بر 8 میشه چقدر؟ سامبر. ولسنج میشه E منهای I R نیرو محرک 24 منهای I 3 ضرب در 1 میشه 21 ولت. ولسنج 21 ولت داره نشون میده، آمپرسنج هم چقدر؟ 3 آمپر. ولسنج 21 ولت. پس اینجا حواستون باشه آمپرسنج شو، چون آمپرسنج مقاومتش صفره، انگار یه سیم، اون سیم مقاومت بالای پایینی چی میشن؟ حذف میشن و از بین میرن. خب حالا دقت، مثال بعد در شکل زی، وقتی کلید که به آ وصل است شاید جریان 1.5 و وقتی که به بی وصل است 0.6 می باشد. اگر در سیم های رابط و به دو مواد اینجا ای و آر حساب کنیم که الان بریم 1 دقیقه وقت گرفتم بچه. خب خب اوکی وقتم بگین کی بچه ها؟ خوب آه خوبه، خیلی خوب اوکی بیا شروع کنیم حساب کردن. ببینیم بچه ها اینجا این اول کار وقتی کلید به آ وصله، اینجا نگاه جریان از اون بالا رد نمیشه بچه ها، چون بالا رو ما دیگه کار بهش نداریم. گفته جریان 1.5 آمپره، پس 1.5 آمپری که داریم میشه این نیرو محرکه که نمیدونم چنده تقسیم بر آر خارجی که نداریم صفره،
به علاوه حواستون باشه آمپرسنج یه مقاومتی داره، خودش گفته آمپرسنج. ببین آمپرسنج ها ما باید ایدئال باشن ولی بعضی اوقات تو سال ایدئال نیستن. همین پس آر خارجیتون این آمپرسنج حساب میشه ها. اون آر یعنی مثلا اینجوری آری ما نداریم الان تو مدار. اون کار نداریم، نداریم که نداریم، یه پنج داریم بلا به یه آر کوچولو این از اینجا و شیش دهم در حالت دوم. تو حالت دوم نیرو محرکه است و این نیرو محرکه یه آر به معادل اینا رو بیان بگیریم، 6 و 12 که داری میشه 4، 4 و 8 12، 12 و 5 میشه 17، 17 به علاوه یه آری که داریم هست. تمام شد دیگه، این ای با این ای مقدارش میره، این با این ممیز میره، این به 2 میشه، این به 3 میشه 2، این به 3 که داریم میشه 5، دن چه 5 دوم میشه نسبت صورت 17 به علاوه آر، مخرج 5 به علاوه آری که داریم. خب حالا بریم طرف این وسط تنش کنیم، 5 5 تا 25 به علاوه 5 تا آر میشه 2 تا 17 تا 34 به علاوه چقدر بابا؟ 2 تا آری که داریم، این 2 تا آر 3 تا آر مقدارش میشه چقدر؟ 4 3 تا آر میشه چقدر؟ 9 بله، آر میشه چقدر؟ 3. آر کوچولو توی یکی از اینا جایگزین کنیم، بیا آر کوچولو 3 مثلا تو اون بالایی که 1 کنیم هستش، میشه این نیرو محرکه تقسیم بر 5 به علاوه 3، 5 و 3 8، 8 ضرب 1 کنیم 12، این میشه 12. بچه‌ها مرسی مرسی مرسی. خب مثال بعد که خب این سری بنویسیم، سری بنویسیم بچه‌ها. اگه عقب موندین دارم میگم حتما فایل آفلاین نگاه کنید، یا مثلا الان زمان داشته باشین که ببینید تو چه زمانی است که بعد بر اساس همون زمان نگاه، یا مثلا اگه گوشیتون آفلاین باشه بابا، گوشیتون آفلاین ایرپلین مود باشه بابا، اصلا به هیچ عنوان گوشیتون بچا الان دیگه به خصوص الان اینقدر میافتین تو گوشی، این گوشی مثلا یه عکس از صفحه بگیرید. مثال 50 که چی؟ مثال 51، مثال 50 کار منزل خونه، مثال 51 در شکلی اگر کلید کاپ بسته شد آمپرسنج ها و ولتسنج ها چه تغییری میکنه؟ دقت کنید من اینجا مثلا اسمشو بذارین آر دو مقاومت، مثلا اسم این مقاومت هم باشه آر یه آمپرسنج ها ولتسنج وی دو، اینم آمپرسنج دو اسمش بذارین، اینم کلید کا کا. گفت در شکلی اگر کلید کا چی بشه؟ بسته بشه بچه. اگر کلید کا بسته بشه دقت کنید کلید کا چه اتفاقی بیفته واسش بسته بشه. کلید کا بسته بشه چی میشه؟ کلید کا بسته بشه، کلید کا بسته بشه، کلید کا بسته بشه چه اتفاقی میفته؟ آها، این مقاومت به مدار اضافه میشه. مقاومت به مدار چی میشه؟ اضافه میشه. اگر مقاومت به مدار اضافه بشه، این مقاومت مدار اضافه بشه، آر کل چه اتفاقی میفته؟ آر کل چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. مقاومت به مدار الان اینجا اضافه بشه، آر کل چه؟ یه نکته اینجا بنویسین، نکته اینجا بگم، این میترسم اشتباه کنید. آر اینو بنویسین، یه نکته میگم بنویسین دقت کنید. اگر یکی از مقاومت ها در مدار افزایش یابد، اگر یکی از مقاومت ها در مدار افزایش یابد، مقاومت کل در مدار زیاد می شود. داخل پرانتز اهمیت ندارد سری هستند یا موازی، ولی اگر مقاومتی به مجموعه اضافه شود اهمیت دارد. اینجا اهمیت دارد، سری اضافه شد. حالا یعنی چی؟ اگر سری اضافه شود مقاومت کل افزایش اگر سری اضافه شود مقاومت کل افزایش، و اگر موازی اضافه شود
مقاومت کل کاهش می‌یابد. حالا بیام سراغ این سوال. ببین الان یه مقاومتی به مجموع به صورت موازی اضافه شده. که همین جمله آخری گفتم مقاومت کل چی میشه؟ کاهش. پس مقاومت کل کاهش. جریان میشه ای بخش بر آر به علاوه آری که داریم. آر کاهش پیدا کرده، جریان چیه؟ افزایش پیدا و جریان افزایش پیدا. جریان که افزایش پیدا می‌کنه خواهم پرسنج یک جریان کل داره میشه. این جریان افزایش. حالا میریم سراغ V1. V1 مگه ولتاژ دو سر این باتری رو نشون نمیده؟ پس V1 اندازش میشه ای منهای آی آری که داریم. این V1. آی چه اتفاقی افتاده؟ افزایش پیدا کرده. چون آیه افزایش پیدا کنه V1 چی میشه؟ کاهش. پس این V1 کاهش. نکته خیلی مهمی تو این سوال الان وجود داره اینه، دقت کنید، دقت کنید. الان V1 و V2 عین همدیگن ها. V1 و V2 عین همدیگه هستن. نگاه کن یعنی چی؟ یه مولد داریم اینجا، بعد یه مقاومت بذاریم اینجا درست شد، یه مقاومت R2 داریم، یه مقاومت R3، یه R2 یه R3 یه مقاومت R3 دیگه. هم اینجا یه ولت سنج گذاشته، اسم گذاشته ولت سنج 2، اینجا هم یه ولت سنج گذاشته ولت سنج 1. خب مگه این مولد با این مقاومت ها با هم به صورت موازی نیستن؟ پس ولتاژش رو با هم برابر، یعنی هر اتفاقی برای ولت سنج یک افتاده برای ولت سنج هم همون اتفاق افتاده. یعنی الان ولت سنج یک کاهش پیدا کرده، بابا ولت سنج دو هم دقیقا کاهش پیدا کرده. ولت سنج دو هم کاهش، پس ولت سنج دو مقدار میشه آی دو ضرب در آر دو. آر دوش که چجوریه؟ ثابت. ولت سنج دو کاهش پیدا کرده، پس آیش هم چی میشه؟ کاهش. پس ولت سنج دو هم کاهش، آمپر سنج دو هم کاهش. ولت سنج دو کاهش، آمپر سنج دو کاهش. خب اینم از این. ولی تو سوال بعدی یه نکته خیلی مهمی وجود داره. اینجا چون یه مقاومت اینجا رو داد، اسمها رو بذاریم، اسمها رو این میذارم بچه آمپر، این چیز مقاومت یک، این مقاومت دو، اینم مقاومت سه، اینم کلید کار. ولی تو سوال بعدی داستان فرق میکنه با این. فرقش چیه بچه ها؟ این مقاومت آریه که، یعنی پله اول همونه، یعنی وقتی کلید کار بست میشه آر کاهش پیدا میکنه، آی میشه ای بخش بر آر به علاوه آر. آر چون کاهش پیدا کرده، آی چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. V1 میشه ایمنهای آی آری که داریم. آی افزایش، V1 کاهش. ببین V1 کاهش، آمپرسنج 1 افزایش کاهش. ولی اینجا یه نکته وجود داره. اینجا دیگه ولت سنج 1 با ولت سنج 2 با هم برابر نیستن. حالا به من بگین ولت سنج 1 با ولت سنج 2 با هم برابر نیستن. اینجا چی کار کنیم؟ یه چند ثانیه فکر کنیم. ولت سنج یک و ولت سنج دو اینا با هم برابر نیستن، حالا چی کار کنیم؟ بگین. خب ولت سنج یک و دو با هم برابر نیستن، چی کار کنیم بچه؟ خب ویه کل، آره ویه کل، یا به عبارتی از ای باید ای رو بریم حساب کنیم. باید ببینیم نیرو محرک کجا داره مصرف شه. تموم شد بچه ها. نیرو محرک کجا داره مصرف میشه؟ هر وقتی که دیگه هم برابر نمیدن بریم مصرف ای ببینیم نیرو محرک کجا داره مصرف شه. اول اینجا نیرو محرک داره مصرف میشه کجاست؟ اول توی آی آر کوچولو، تو خودشه، تو آی آر کوچولو داره مصرف میشه. بعدش کجا داره مصرف میشه؟ بعد میاد آی
آر یک مصرف میشه، درست شد. بعد میاد تو معادلشون، وی معادل بین چند؟ دو و سه. هر وقت مقاومت ها با هم موازی بودن، نمیخوام ترک، وی معادلشون همین. حالا ببینید چی آی چی بوده؟ زیاد شده، پس افت زیاد شد. آی آر یک، آر یک که چیه؟ ثابت آر یک، پس اینم که زیاد شده. نکته مهم اینه که نیرو محرکه مقدارش چیه بابا؟ ثابت. چون نیرو محرکه ثابته، این وی چه اتفاقی میفته؟ کم میشه. پس این داره کم میشه، پس این داره کم میشه، وی دو داره کاهش پیدا میکنه. وی دو اندازش میشه آی دو در آر دو. وی دو که کاهش پیدا کرده، آی دو هم کاهش. بعد خیلی خوب، پس آر کاهش، آی افزایش، وی یک میشه ایمن آی آر. اینجا نیرو محرکه رو میریم، اینجا چقدر نیرو محرکه داره کجا چجوری مصرف میشه. وی یکی که دارین اندازش این کاهش پیدا کرد، بعد نیرو محرکه اول اینجای مصرف میشه، آی آر کوچولو است، بعدش آی آر یک، بعد معادلش. ببین اول اینجا، بعد اینجا، بعد هم معادلش. اینم دیگه از این. حالا بیایم سراغ اینو بنویسیم، زود بنویسیم. خب از بذار اینو از کی بپرسم، اینم کیا داری میگی؟ خب خوبه خوبه خوبه. خوبه. بذار از یه چند نفر دیگه هم ببینم اونا نظرشون چی از بچه‌هایی که دیگه هستن. از کی ببینم کی هستی؟ خب از امیر مرتضی کو بگو بابا، میکروفونت باز بابا. امیر مرتضی بابا میکروفونت باز.
خب کره زبا گبا کوبا رضا بگو میکروفونت باز با خیر بچه مثل اینکه میکروفون شما خیلیاتون نداری. رضا بابا و یکی رضا بازم میکروفون تو یکی هم باز بابا بگو بگو خب بذار خودم پس میگم بیم بابا گوشکا اگر مقاومت آرسه چی بشه؟ افزایش پیدا کنه. آرسه افزایش. خب آر کل چه اتفاقی میفته؟ افزایش. این آر کل. بعد میام سراغ آی. آی مقدارش چی میشه بابا؟ میشه ای بخش بر آر به علاوه آر. آر چه اتفاقی واسش افتاده؟ افزایش. آی چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. آر افزایش پیدا میکنه، آی کاهش. خب آی کاهش به جریان کاهش پیدا میکنه. پس آی کاهش. این هم پرسنج یک کاهش. برم سراغ وی یک. وی یک مقدار فی چی؟ ای منهای آی آر. آی چه اتفاقی واسش افتاده؟ کاهش. وی یک چی میشه؟ افزایش. پس وی یک هم افزایش. وی یک هم افزایش. اینجا مشکلی نداره. حالا اینجا بریم سراغ مصرف ای. ببین مصرف نیرو محرکه ای که داریم. اول کجا مصرف میشه؟ آی آر کوچولو. بعدش کجا مصرف میشه؟ اینجا. آی آر یک. بعد کجا مصرف؟ گفتم هر طرف موازی هم رسید بنویسی به یه معادلشون. تموم شد. به یه معادل بین دو و سه. هم. این گفتم. حالا بریم سراغش. آی چی شده؟ کاهش پیدا کرده. پس این کاهش. این چی شده؟ اینم کاهش. ما میدونیم نیرو محرک مقدارش چجوریه بابا؟ ثابت. پس این افزایش. تموم شد. وی دو زیاد میشه. وی سه هم زیاد میشه. ولی داستان چون این خیلی مهمه. وی معادل بین دو و سه میشن همون وی دو یا وی سه. وی دو اندازش میشه آی دو آر دو. وی سه اندازش میشه آی سه آر سه. خب وی دو و سه که گفتیم چیه؟ افزایش. این افزایش پیدا. خب اینم افزایش پیدا میکنه. اول بی سراغ ساده تر. ساده تر کدومه؟ دوه، چون دست نخورده دیگه. آر دو چیه؟ ثابت. پس آی دو هم چی میشه؟ زیاد میشه. خب ولی اینجا رو خوب دقت کن. آر سه چی شده؟ خود سوال گفته آر سه زیاد میشه. وی سه هم داره زیاد میشه. آی سه چه اتفاقی میفته؟ ببین اگه از اینجا بخوای بگی فعلا نمیتوان گفت. چرا؟ چون جفت اینا زیاد. مثلا اگه بگم این ثابته درسته؟ خب بله این معادل این یعنی تساوی درسته. اگه بگم آی سه کاهش پیدا میکنه ولی زور آر سه از این بیشتر درسته؟ بله بازم درسته. اگه بگم این افزایش پیدا میکنه، خب این افزایش پیدا آر سه هم افزایش، وی سه هم افزایش. ما که عدد نداریم بتونیم بگیم. به خاطر همین فعلا نمیتونیم. خب این سوال الان دقیقه ادامه چجوری حل کنیم؟ ببین با آی کل. آی کل نگاه کن اینجا. اینجا عواسط میشه. آی کل. میاد تقسیم میشه. میشه آی دو به علاوه آی سه. آی کل میشه آی دو به علاوه آی سه. خب آی کل چه اتفاقی واسش افتاده؟ آی کل سوال گفت بود کاهش پیدا کرد. آی دو چه اتفاقی واسش افتاده؟ اینجا داریمش. آی دو چیه؟ افزایش. پس آی دو هم که افزایش شده، پس از اینجا میفهمیم آی سه کاهش. پس این کاهش پیدا کرده، این افزایش.
و این خیلی مهمه. ببین این خیلی کلیدش اهمیت داشت که ببینید وی سه مساوی آی سه ضرب در آر سه که دارید و ما وی سه افزایش پیدا کرد آر سه افزایش آی سه از اینجا نمیتونی بگی. ببین چون یه عدد دیگه نگاه کنیم بچه‌ها، من یه چی بگم اینجا بهتون، آ ضرب در بی اینجا نگاه کنیم، فرض کنین آ ثابت، اگه بی افزایش پیدا کنه سی چه اتفاقی میفته؟ افزایش. اگه بی کاهش پیدا کنه نمیشه. حالا من یه سوال دیگه، حالا اینو من میگم، میگم بی افزایش آ هم افزایش، جفتشون افزایش، سی چه اتفاقی میفته؟ خب میگه افزایش قبول. ولی حالا من یه سوال دیگه میگم، میگم بی افزایش آ کاهش، سی چه اتفاقی میفته؟ میگین معلوم نیست چون قدرتشون نمیدون، چون ممکنه یکشون زورش بیشتر از اون یکی باشه. حالا سوالم اینه، میگم اگه من بهت بگم بی افزایش پیدا کرده سی هم افزایش پیدا کرده، در مورد آ چه اظهار نظرهایی میتونی بگی؟ میتونی بگی آقا آ زیاد شد، خب تساوی درسته، بی زیاد شد، آم زیاد شد، سی هم زیاد شد، عدد که نداره. میتونی بگی اصلا آ ثابته، بفرم آ ثابت، بی زیاد شد، آ ثابت، سی هم زیاد میشه. میتونی بگی آ چی؟ کاهش پیدا کرده. ولی قشنگ میدونی که زور بی از آ چیه؟ بیشتره. آ از بی زورش بیشتره، بنابراین کلا افزایش پیدا کرده. همین تمام شد. حل بابا این داستان کامل. پس این داستانی که اینجا داریم، خیلی کم سه تا مثال دیگه داریم یا دو تا مثال دیگه داریم، این دو تا مثال، این دو تا مثال تو خونه که جلسن و جلسن اینجا شد، شیش تا مثال بچه اونجا تو جزوه، دو تا مثال هم الان اینجا داریم، این هشت تا مثال. خب بذار اول من چند چیز بگم، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. تستای جاری الان تقریبا همه رو غیر از توان میتونیم بزنیم، تستای جاری همه رو غیر از توان الان میتونیم بزنیم. جلسه آینده اول من دقت کنم، من چند چیز بهت بگم، خوب من دقت. جلسه آینده شنبه، سب شنبه، آره آن گوش کن، شنبه ساعت 4 تا 7 یه جلسه هم داریم، دوشنبه ساعت 4 تا 8. حالا اینا فقط من گوش بده به چی کار داریم میکنیم. خوب گوش کن، برای دوشنبه آینده، خوب گوش کن، برای دوشنبه آینده، برای دوشنبه آینده خوب من دقت کن، برای دوشنبه میخوام جاری بگم، ادامه همین قسمت، یعنی بیام اون 6 7 سوال این دوتا رو حل کنیم، در ادامه بیام بحث توان و گرما از این حرف رو، که جلسه آینده دوشنبه ایشالله جاریمون تمام. تا اینجا حله. خب یه جلسه شنبه داریم، اینجا دارم مغناطیس میگم، یه جلسه آفلاین هستش بچه، یه کلاس آفلاین، این توی آموزشگاه بارگذاری میشه فردا، یک ساعت راجع به مغناطیس هست. چی بحث کردم بچه؟ 12 تقریبا این قسمت رو خوب الان شد، شما 12 این بلدین، اومدم راجع به فقط قسمت آهن رو با صحبت کردم بچه. آهن رو با یه قطب N داره، یه قطب S داره، زمین قطب S، میدان مغناطیسی از N به S، داخلش از S به N، همین، فقط و فقط همین اومدم بس. راجع به مواد الاز مغناطیسی و فلان از این قسمت ها، اول خوندنیش، فقط خوندنیش، چه بینام قطب نما چیه، عقرب مغناطیسی چیه و فلان از این. پس این حتماً، این یک ساعت آفلاین رو حتما باید ببینین بچه. ندیدم مثلا اشکال نداره، مثلا این قسمت اول جزء است، اون چند صفحه اول که راجع به آهن رو با شناخت آهن رو با آهن رو با دائم چی، آهن رو با موقت چیه، خطوط میدان از ان خارج به اسوار، همین عین همینا هست. پس اینو حتما یه ساعت ببینین، یه ساعتی آفلاین هستش، مراسم هم کوچیک، تو کان فردا تو کانال آموزش کنید. شنبه
ادامش مغناطیس خواهم گفت. شنبه ادامش مغناطیس هم مغناطیس که اینجا هستش، اینم که جاریتون رو ادامه خواهیم داد. همین دیگه بچه ها، فقط دیگه شروع کنین تستاتون بزدن و دیگه امیدوارم فقط سالم، صحیح، سالم، سلامت باشید دیگه. چی بابا؟ چی بابا؟ ملیکا بابا بپرس، میکروفونت بازه بابا. بابا میکروفونت بازه، بپرس چی بابا؟ بابا میکروفونت بازه، بپرس. خب من که نمیدونم چی بگم. امیر، امیر مرسا چی بابا بپرس، میکروفونت بازه. خلاص بچه ها، کلاس تموم، کلاس تموم دیگه. ایشالله تا شنبه، شنبه ساعت 4 تا 7 که به عوض یه ساعت آفلاین گوش میدیم بچه هم که بیاین دیگه ادامه مقدسه. دوشنبه هم که میام ادامه جاری رو بهتون میگم. هر کس کاری نداره، خدافز خدافز خدافز. محمد چی بابا؟ جوزو الان چی بابا؟ محمد محمد رضایی بابا چی بابا؟ جوزو جوزو برن بگیرن. ها جوزو برن بگیرن. جواز بریم بگیرن ها بابا، جواز بگیر. قربانت، خدافظ خدافظ. سحر بگو، بگو بابا جونم، بابا بگو، بابا بگو، بابا استاد ای به اضافه آی آر توضیح. سحر بابا صدا دارم، بگو بابا. سحر میکروفونت باز بابا. صدا ضعیفه بابا. خرف، من نگفتم آخر ما هم هست. تو دوبار پریدی الان وسط کار، گفتم بهت آخر ما هم هست، گفتم آخر ما هم هست. خرف دارم بهت میگم، آخر ما هم هست، بهت میگیمش آخر آخر. بعد اونی که درد تموم شد فز با ما، شما نیست، ما شما نیست، من چی به تو بگم، میگیمش آخر کار. آقا تو سوالا کیه چه؟ به کلن مغناطیس درس میدین؟ علی آقا شنبه کلن مغناطیس درس میدین؟ علی شنبه. علی بگو بابا کلن مغناطیسه یا نه؟ علی بابا بگو، علی بابا بگو، من میکروفونت بازه بابا. آقا من اینا رو تمام کردم، حتما باید بیام گوششون بدم. چی بابا؟ همه جزوه‌ام خوندم. شنبه کلن مغناطیس؟ آره شنبه کلن مغناطیس. دوشنبه هم کلن جاری، فقط کلن جاری میخوری. آره چون تا جاری میخوری خوندلد. تستاش رو اگه تستاش زدی، نه اگر میبینی تستاش کامل ولدی دیگه اوکی اوکی، نه بابا اگر میبینی اوکی اوکی نه، ولی جلسه جاری رو فقط بیا. آفرین جاری، به خاطر همین چون توان و اینا رو میگم اونو باش، ولی مغناطیس اگر
آره ولی اگر او بقیهشون دیگه بلد چیز چی اسمش او مغناطیس و اینا رو بلد هستی تشازی نه بابا نیازی نی، ولی جاری باش چون جاری مهمه برات.